سلام و وقتتان بخیر. به محور امشب خوش آمدید. قرار است فردا دوشنبه تاشکند میزبان نشست دوروزه با حضور نمایندگان 20 کشور و نهادهای جهانی درباره افغانستان باشد. یک هیئت بلندپایه به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه برای شرکت در این نشست به تاشکند رفتند. وزارت خارجه تاشکند هدف از این نشست را پیشنهادهای جامعه جهانی برای بهبود اوضاع افغانستان گفته است. در آستان یک سالگی امارت اسلامی در افغانستان فردا دوشنبه تاشکند میزبان نشست جهانی درباره افغانستان خواهد بود. از کابل یک هیئت به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست شرکت خواهد کرد. در بهرنی چارو در وزیر مولوی امیرخان متقی په مشرۍ افغان حکومت لوړپوړی پلاوی د ازبکستان هیواد په رسمي بلنه د تاشکند په بینالمللي کنفرانس کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته روان شو. نشست تاشکند فردا آغاز خواهد شد و برای دو روز ادامه خواهد داشت. در این نشست نمایندگان 20 کشور و نهادهای جهانی به شمول ایران، هند و پاکستان حضور خواهد داشت. هدف از برگزاری نشست به میان آوردن آرا، راهکارها و پیشنهادها برای رویکردهای جامعه جهانی و افزایش ثبات، امنیت و بازسازی پس از جنگ در افغانستان و نیز یکجاسازی این کشور در روند همکاری‌های منطقه‌ای در راستای منافع مردم چند ملیتی افغانستان و جهان خواهد بود. مقام های ازبکستان پیش از این تاکید کردند که حضور هیئت طالبان در نشست تاشکند به معنای به رسمیت شناختن حکومت کنونی نیست. خود افغانستان متاسفانه در انزوا رفته و همسایگان افغانستان از این حالت استفاده می کنند و خود یک مرکز تفاهم می سازند برای مسائل افغانستان. بحران سیاسی در افغانستان امنیت کشورهای آسیای میانه را با تهدید جدی مواجه ساخته و این کشورها نگران است از خلای قدرت در افغانستان. اعضای شانگهای تلاش میکنند تا در نشست تاشکند یک مسیر را بر افغانستان به وجود بیارد. پس از نشست تاشکند درباره افغانستان قرار است بر روزهای 6 و 7 ماه جاری خورشیدی نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز در تاشکند برگزار شود. افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای است، درباره اوضاع جاری افغانستان نیز در این نشست گفتگو خواهد شد. روی نشست تاشکند بیشتر بحث میکنیم با مهمانان برنامه. سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری مردم افغانستان جا در کنار ما هستند و عیسی اسحاق‌زایی رئیس کنگرس ملی مردم افغانستان همچنان با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، شبتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. آقای پیگیر، در آستانه یک سالگی امارت اسلامی در افغانستان قرار داریم، فردا دوشنبه تاشکند میزبان یک نشست با حضور 20 کشور و نهادهای جهانی است، چرا فکر میکنین؟ سلام خدمت شما سپیر شب عزیز، میمان عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون شما. سلام. ببینین امروز سوا یک سال پوره میشه، ولی نه اولین نشست است نه آخرین نشست است. ای کاش ما در همچون نشست ها که بدون شک امی که نام افغانستان میگیرن به خاطر افغانستان بیش از 20 کشور جهان نماینده هایش می اوجه جمع میشن، طبیعی ما باید نفع ببریم، ولی ما با دست خالی میریم با دست خالی میاییم. یعنی چی؟ ببینید امی جامعه جهانی امی کشورها چند بار شیشتن، بسیار زیاد شیشتن، زیاد شیشتن. اونمو پیشنهادهای تکراری است، ما کاتب باز کنین که ما نمیکنیم، خانم ها رو در کار بانین که نمیمانیم، حکومت همه شمول جور کنین که نمیکنیم. این می حرف است. این بارم که سرپرست وزارت امور خارجه کرفت عین گپ هست. بله. مهمترین تفاوت این نشست چی میتونه باشه؟ ببینین خب به نظر من هیچ نوع تفاوت نیست، هیچ نوع تفاوته. همی که این دفعه از کشورها 20 کشور جمع شده شاید تفاوت شمی باشه، ولی این بار این 20 کشور اما همواره یک فرصت خونده شده، چون این نشست بهترین فرصت هاست، حالا به شرط که ما استفاده کده بتانیم. خب من نمیگم فرصت هست، ایره امارت اسلامی بارها گفته استقبال کرده، حتی پس از برگشت از نشست گفتن که ما باید دستاورد برگشتیم. شما لمس میکنی، من لمس میکنم مردم افغانستانی دست شاید به خود امارت اسلامی افغانستان دستاورد باشه امی که میرن سفر میکنن. ببینید خب وزیر خارجه یک کشور که در یک جلسه بین المللی اشتراک میکنه
باید در میدان هوایی بیرق ها باشه. در کجا؟ در همون کشوری که وزیر خارجه مون در تاشکند باید بیرق های ما باشه که نیست. سرود ملی نواخته شود که نمیشه. در جلسه اشتراک میکنه باید پشترش بیرق باشه که نیست. بله. پس کدام دستاورد؟ ببینید خب ما تیشه را گرفتیم نمی پای خود زده را ایستیم. ما باید دست پر میرفتیم اونجا. اونجا همین جلسات بین کشورها که میشه بله. اونا گفتن نه گزارش هاست پیشنهادات است. بله. وزیر خارجه ما مثال بعد از همین جلسات که شده از کنفرانس اسلامی گرفته تا امروز یک گزارش باید داده باش بتانه نی؟ مثلا از اقل بار کرده بود میگه ما مکاتب برای دخترهای افغان باز کردیم بهترین کلی استقبال میکرد. یعنی شما بزرگترین مانع ایره میبینید؟ ببینید نه ما خب بزرگ همین سه پیشنهاد داره تمام جهان سازمان ملل کشورهای منطقه دوست دشمن همسایا همگی روی این سه موضوع مکاتب باز کنین دخترها را بانین در مکتب حکومت همه شمول جور کنین حقوق بشر مراعات بکنین این سه چهار موضوع است. اونا از ما یه چیز دیگه نمیخواین. اگر ما دست پر در جلسات اشتراک بکنیم طبیعی است که دست پر میاییم. اگر ما دست خالی میریم اونجا دست خالی پس میاد. بسیار خوب، نقشه راه این که چه میتونست باشه به شما برمیگردم. آقای پیگیر، آقای اساقزاده سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. نشست تاشکند قرار است فردا برگزار شوه و شما این نشست چطور یک فرصت برای افغانستان میبینید؟ آقای سپیر سلام به شما و دوست عزیز ما که حضور دارن و بینندگان تلویزیون جهانی ترو. ما به یک دست و ممان طوری که به طور متعدد دقیق است که نشست ها در یک سال صورت گرفته روی برنامه افغانستان، مگر مشکل افغانستان تا حال در ما عهد عرله شده که هیچ کشور دنیا افغانستان را به رسمیت نشناخته. خوبی نشست ها پیوسته دو جنبه داره. جنبه اولش ایست که اینا تشویش و نگرانی که از نای افغانستان دارن از نای حکومت طالبان دارن ای باید رفع شود. دو چالش بسیار بزرگ مطرح کردن در اینجا. اولش ایست که مسئله امنیت افغانستان مطرح است، یعنی مسائل امنیتی در منطقه مطرح است. بسیار از کشورهای منطقه با واسطه از اینکه خودشان هم ساختارهای کاملا دموکراتیک نیستند، بسیارشان ساختارهای فاسد، دیکتاتوری و مشکلات زیاد دارند، ولی توانستن یک قانون را ایجاد کنند که بتوانند امنیت خود را تامین کنند و زمینهای رفاه و پیشرفت اکثر رفع بسازند. ولی در حکومت طالبان متاسفانه اولین چیزی که رابطه مردم با دولت می باشه مملکت باید قانونمدار شود، یعنی ما صاحب حاکمیت قانون شویم. زمانی که یک مملکت قانون اساسی که مادر قانون نیست نداشته باشه، از روی قانون اساسی مردم می فهمه که حق و وجایبشون چی است و بر بروف از این امر در جامعه می تانن کسانی که حقوقشان نقص میکنه اینا را به محکمه بکشانند یا بر حقوق خود مبارزه کنند. همین قسم جامعه جهانی هم اگر ما قوانین داشته باشیم که در سیاست های خارجی ما بر بنیاد منافع ملی و انسانی باشه، ما تشویش نگرانی های جهان هم رفع میشه. میگه وثیقه ملی است که مردم یا از طریق رفراندوم یا از طریق یک مجموعه نمایندگان واقعی یا انتخابات تصویب شده و این یک سند میشه، سند اولی، چیزی که ما نداریم در یک سال متاسف. برنامه دوم دیگه ایست که مسئله فقر است. خود فقر مادر تمام جرایم است در افغانستان. یک مملکتی که قانون اساسی خود نتونده یک سال تصویب کنه و یکان مسئله مهم دیگه هم امی از در پالیزی که قانون اساسی است، مسائل اقتصادی است که اگر قرار باشه که ما مردم در مرحله قرار داشته باشه نصف پیکر از جامعه، میگن که تقریبا در حدود بیشتر از 80% کاملا برای غذا ضرورت دارن، یعنی برای فردای خود شاید اینا نان نداشته باشه که اولاد خود بتن. این ریسرچ است که ما و مجموعه کشورهای دنیا از افغانستان مطرح ساختن. بنابراین ما به یقی دستم که ما باید مسائل امنیتی افغانستان رو میتونیم حل کنیم، مسائل اقتصادی افغانستان رو میتونیم حل کنیم و مسائل بین‌المللی افغانستان رو، به شرطی که ما اول ساختار خود قانون مدار بسازیم. یعنی ما به یقی دستم که از خرد است که بزرگ میخیزه.
ببین یک چیزی کوچک دوستمون ارائه کردن اول پنگیر که مکتب دخترا ببینین یک چیزی است که هیچ کشور دنیا هیچ مذهبی هیچ قانون نمیتونه که مانی حقوق زنان بر بنیاد کار بر بنیاد بیسگ انسان و چی تعلیم و آموزش دخترها ولی چرا یک سال توام میکنن چرا اینا خود به خود بهانه هایی را میگذارن که هم نیروهای ملی افغانستان مردم افغانستان تردید شک داشته باشن در مورد زنا و هم جامعه بین‌المللی بله ببینید اگر قرار باشه که اینا با این برنامه پیش برن این برنامه در سر تا سر دنیا که انعکاس میکنن میگه اینا تندرو هستن اینا افراطی هستن افراطی های قرون وسطایی هستن میگه برای اینکه یک دختر از آموزش محروم میسازن نیمه پیکر جامعه زنا در خانه شیشه برای این لازم است که آقای اسحاق‌زاده بله آقای اسحاق‌زاده فکر میکنید که حالا امیرخان متقی هم با یک هیئت بلندپایه به تاشکند رفته با چه دستاوردی و با چه آجندایی از کابل به تاشکند رفته باشد؟ خوب یک کشورهای جهان جمع شده کلش در اینجا کشورهای همسایه نقش فعال لیجه داره حتی رسانه های هند بسیار انترست داشته یعنی برای جالب بوده که اشتراک کنند در اینجا و این مسائل مطرح کنند این کشورها مجموعاً شما میبینید که اگر در سرحد ازبکستان و تاجیکستان بعضی حملات صورت میگیره و همچنان ایرانی ها هم مشکلات خود دارن اونا در افغانستان در 20 سال مشکلات جنگای نیابتی سهم داشتن در افغانستان اونا هم راست دارن که یک ساختار نیابتی مخالفشان و افراطی اونجا رش نکنه و خوب در اینا خودشان هم مشکلات خود دارن خودشان ساختارهایشان یک تعداد زیادش توتالیتر و تانگرا هستن ولی مثلا فرضی است که افغانستان نگرانی مجموعه کشورهای منطقه و جهان از این آیه است که اینا برای مردم خود هم اطمینان بتن برای جهان هم که از یک طرف ما شخصیت هایی را داخل صحنه می سازیم هدف ما اما شمول بسیار ما برش توافق ندارم هدف ما از حکومت ملی فراگیر باشد یعنی حکومت ملی فراگیر از چوکات مسائل تنظیمی و حزبی و به حساب امون ساختارهای تک سیاسی خود بیرون شویم اگر ما میخواییم ملی فکر کنیم باید بهترین شخصیت های سیاسی آزادی خواه دانشمند های افغانستان از نهادهای مدنی میدیا ها حقوق دانا را و دانشمند های رابط بین المللی این داخل تشکر سیاسی خود بسازیم تا هم جهان و هم مردم اطمینان کنه که ما به سوی آزادی میریم به سوی عدالت میریم و تشویش نگرانی مردم هم رفع شوه و بالاخره از جهان هم. بسیار زیاد تشکر آقای پیگیر پیام همین کشورهایی که در نشست تاشکند اشتراک میکنن به امارت اسلامی چه خواهد بود؟ ببینید اونا تشویش خود دارن اگر اما به تشویش ها پاسخ داده امارت اسلامی در همین یک سال دارن ببینید بیاییم سر میگم کشورهایی که جلسات درباره افغانستان دایر میکنن اگر افغان ها و یا امارت اسلامی فکر میکنن که صرف به خاطر افغان هاست و به خاطر امارت اسلامی سخت اشتباه میکنن اونا هر کدامشان عظیمی حالتی که ما امروز داریم اونا نفع میبرن و همی جلسات هم که دایر میکنن همو مشکلات و پرابلم های خود در وجه مندازن همی کشورهای آسیای میانه است، پاکستان است، ایران است طبیعی است که اونا حقشون است این نیست که این که ما از این جلس ها استفاده کردن میتونیم میده گناه ماست ولی اونا تشویش خود اما خیلی از تحلیلگران ناظران سیاسی همین نشست هایی که در منطقه در سطح جهانی میشه اونا بی باور هستند که به نفع افغانستان تمام خواهد شد ای کاش که تشوانی ولی تا به حال مثلا بعد از یکی دو ماه که امارت اسلامی آمدن سر اقتدار شما دیدین که کنفرانس کشورهای اسلامی شد بله در پاکستان برای مردم افغانستان این نتیجه مطلوب نداشت نتیجه خوب نداشت و چندین جلسات دیگه داشت ای کاش که تو میشد ببینین خب همی جامعه جهانی کشورهای همسایه در مجموع سازمان ملل متحد که نماینده های کشورها وجود جمع است هر کدام از اونا از منافع کشور خود دفاع میکنن و روی منافع ملی خود وجود بس میکنن که ما نمیتونیم که ما تابال نتانستیم و خدا کنه که فرداد جلسه همی آیت که رفته از منافع
بله. کشور ما دفاع کرده منافع بطلع. کشورهایی که اشتراک میکنن، شما آشنایی داریم با این کشورهایی که اشتراک میکنن اتمن. و منافع امارات اسلامی که از افغانستان نمایندگی میکنه در اونجا میره چی چیز است؟ ببینید خب در مجموع کشورهای همسایه هر کدامشان پلانهای مشخص در مورد افغانستان داره. مثلا ازبکستان کشور است که میخواید در افغانستان امنیت باشه، که اونا امی خط ریل از افغانستان ببرن به پول خود. تریک از کس اونا مو 285 میلیون دلاره. این چندین سال است که ببرن که سالانه اونا از میلیاردها دلار پیشوا در مجموع کشورهای آسیای میانه، به خاطر که مال از اونا آل از طریق هوایی میره و هوایی 6-7 دلار یک کیلوست. اگر زمینی تشه بر از اونا ارزان تمام میشه. مثلا پاکستان هر قدر که در افغانستان گدودی باشه، هر قدر که جنگ باشه، او از جنگ نفع میبره. یعنی ما تو سر هر کشور که ما بز بکنیم هر کدام از اونا روی منافع خود هستن در افغانستان. و افغانهای کجا اشتراک میکنه میرن در طول امی یک سال نی، در طول امی جلسات قبل از حکومت هم که بود دست خالی میرفتن برای خوشگذرانی واره میرفتن پس میامدن. همروز امی فردایی که جلسه به خاطر افغانستان هست، اگر ما بتانیم امی 20 کشوره، مثلا همیشه ما میگیم که ما اجازه نمیتیم هیچ گروره که از خاک افغانستان بالای دیگر کشورها حمله بکنه. ولی این رو باید بفهمیم، من چندین بار گفتم که ما بخواهیم نخواهیم امی حوادث اخیر سر پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان تاثیرات خود داره، به خاطر حکومتای از نام حکومتای نیست که یا از طریق دموکراسی آمده باشه و یا از طریق مرجع اسلامی. اینا هم به می فکر هستن. ببینید همی کشورهای آسیای میانه، شما یک مثال بسیار ساده میتونم بعد از اینکه امارات اسلامی در افغانستان پیروز شده، ببینید جنگایی که در پاکستان میشه چقدر هم مطالب های اونا قوت گرفتن. و همچنان کشورهای آسیای میانه هم از امی میترسن که نباید مردم اونا هم مورال بگیره و علیه هم حکومت های خود بخیزن صلاح وردارن. و در اینجا کی کمکشان کده میتونه؟ اینجا امارت اسلامی افغانستان از این ترس است. اونا فقط یه نظامی حراز دارن که امارت اسلامی افغانستان اونا رو تشویق نکنه تا و اجازه ندهشان که از خاک افغانستان علیه اونا استفاده نشه. بسیار زیاد تشکر آقای اسحاق زایی. همانطور که بخشی از خبرنامه وزارت خارجه ازبکستان آمده که هدف از برگزاری نشست به میان آوردن آرا، راهکارها و پیشنهادها برای رویکردهای جامعه جهانی و افزایش ثبات، همانطور که شما اشاره داشتین، امنیت و بازسازی پس از جنگ در افغانستان و نیز یک جاسازی این کشور در روند همکاری های منطقه‌ای در راستای منافع مردم چند ملیتی افغانستان و جهان خواهد بود. از این اعلامیه، از این بخش از خبرنامه چه برداشت میشه و از امارت اسلامی روشنتر چی میخوان کشورهایی که اشتراک میکنن؟ خب آقای سپیر، من به این قیدستم که کشورها بر بنیاد هم منافع سیاسی هم اقتصادی و هم امنیتی خود فکر میکنن. یک تفاوت از نشستی که در قطر صورت گرفت با آقای متقی، تا این نشست یک فرق وجود داره. در اون نشست خانم امیری اشتراک نکرد و احساس تحریم کرده نارا که چرا مکاتب دخترها باز نشه و خود نارا خواهد نمیشه، ولی در این جلسه اشتراک کرده، یعنی میخواهد صدای خانمها را یا دخترها را هم یک بار دیگه برای وزیر سرپرست خارجه افغانستان یا حکومت طالبان ارائه کنه، بگویه، تاکید کنه و همچنان کشورهای دیگر هم متوجه از امر بسازه. من به یقین هستم که تنها افغانستان ضرورت داره که ببینیم در ظرف اگر حساب کنیم بیشتر از 40 سال بعد از سقوط دولت یا حکومت علی حضرت محمد صابر شاه در افغانستان متاسفانه ساختارهای ما ساختارهای ایدئولوژیک بوده و بعدا هم ساختارهای
قاصد مافیایی بوده در افغانستان. در 20 سال گذشته ما قانون داشتیم ولی قانون اجرا نمیشد و خودشان اعتراف میکردن تا کسانی که مسئولی کمیسیون قوانین در این قانون 90% بیشترش در افغانستان اجرا نمیشه. خب به هر صورت در افغانستان یعنی میگه بدترین قانون از بی قانونی که در بیتر است. بنابراین ما فعلا علنا و رسمی قانون نداریم. شهروند متضرر میشه بر بنیاد امو قانون مراجع کنه به مراجع اساسی که حقش تامین شود یا جامعه جهانی یعنی قسم. بنابراین ما با این هستم که اینا باید هست برنامه خود برنامه ملی خود درست تنظیم کنن، برنامه ملی خود طور تنظیم کنن که ساختار تشکیلاتی خود اینا تعویض کنن، تغییر بدن از 40 سال گذشته که حکومت های تانگرا و ایدئولوژی که فاسد آمد نتانستن دوام کردن. خودشان هم 5 سال دوام کرد در گذشته ولی باز هم دیدن که در نتیجه اشتباهاتی که در رسی داخلی و بینلی صورت گرفت و شکست مواجه شدن. حال همینا باید است یاد بگیرن از تاریخ دردناک گذشته. امروز من به یک دستم که در یک سال دستاورده که عملا مردم افغانستان رو احساس کنن یا جهان بالاخره این امکان نداره میگه از شار برای نزدرخ نه امکان نداره که هیچ کشور اسلامی اینا رو برسمیت نشناسه، هیچ کشور دنیایی رو برسمیت نشناسه، مردم افغانستان هم مشروعیت عملیش در پرکتیک گرفته نشده. این یک واقع امریست که هم برای خود طالبا یک فاجعه است هم برای افغانستان. آقای اسحاق‌زاده شما موضع‌گیری هایی که امارت اسلامی درباره اعلامیه ها و خواست ها که از سوی جامعه جهانی کشورها مطرح میشن پاسخ دادن، مثلا در تازه ترین مورد هم سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر که امروز گزارش را داشتیم گفت که هیچ گونه سفارش جامعه جهانی که در تضاد به دین و شریعت اسلامی باشد پذیرفته نخواهد شد و در کنارش در ادامه با اشاره ادامه تحریم ها بر امارت اسلامی میگه که امارت اسلامی آماده تعامل با کشورهای جهان است اما هیچ سفارش غیر اسلامیشان پذیرفتنی نیست. تعریفی که اینا از اسلام میکنن بسیار از کشورهای اکثریت کشورهای اسلامی و تا به طور کل مخالفت دارن، حتی پاکستان ایران. بنابراین ما به یقین دستون که اینا باید از سر از یه امر فکر کنن که آیا چه قسمی میگو از همین خاطر ما براتون گفتم قانون اساسی بسازن که بفهمن که چه قسمی قانون ساخته میشه. ببینید ما کانگرس ملی افغانستان ایجاد کردیم، در همون کانگرس ملی شما مجموعش ببینید 2500 نفر که 500 شام این همی ساختارهایی بودن که حتی یک تعدادشان از فعالین بسیار برازنده و معلوم افغانستان بودن و 2000 شام نماینده بودن. در اونجا ما با 5 اصل خود فیصله کردیم: آزادی دفاع میکنیم، حاکمیت قانون، منافع ملی، مردم سالاری، حقوق بشر. ببینید اینا باید تعریف کنن، تشکر خود تعریف کنن، معرفی کنن به مردم افغانستان، به دنیا. ببینید اینطور مثلا ایران هم از اسلام گپ میزنه، پاکستان هم از اسلام گپ میزنه، بسیار کشورهای دیگه هم گپ میزنه، مگر زندگی نشان داد که اسلام در طی 40 سال در افغانستان چی مذهب و چی قوم و چی مسائل حتی نژادی و طبقاتی بایست یک افزار رسیدن به قدرت، افزار حفظ قدرت، افزار برای کسب ثروت تبدیل شد و افغانستان بسیار زیاد. تشکر آقای پیگیر. حالا افغانستان فکر میکنید به چه مرحله وارد شده و آیا یخهای بی‌اعتمادی بین امارت اسلامی و جامعه جهانی شکسته خواهد شد یا بیشتر؟ خیلی کوتاه جواب بدم. تو ادامه بکنه ببینید هر روز بیشتر شده میره. هر روز ما که میبینیم هم فاصله میان امارت اسلامی مردم افغانستان هم فاصله میان امارت اسلامی و جامعه جهانی. چرا؟ مثلا اما امارت اسلامی برعکس حرفای شما را میگن، میگن به طرف خوب روان است و تعامل بهتر شده. ببینید خب هیچ کس نمیگه که ما طرفه، ولی ما خب میبینیم حالات افغانستانه. ببین چرا یک کشور ما را به رسمیت نمیشناسه؟ این به رسمیت شناختن به این معنا نیست که تنها امارت اسلامی نفع میبره، هزارها مسائل اقتصادی وابسته به این به رسمیت شناختن است. اگر امارت اسلامی میخواد که باید برش تشریح بکنیم، اینا کار باید بکنن که باید به رسمیت شناخته شود. و دوم گپ بسیار مهم که
حیاتی است برای امارت اسلامی و مردم افغانستان که یک آماهنگی وجود ندارد امیال داخل دولت افغانستان. شاید وزیر سرپرست وزارت امور خارجه بسیار حرفا رو جا قبول میکنه، ولی اینجا که میاین ببینین وزارت امر بالمعروف بسیار گپار رد میکنه. همیال ببینید باز سر مکاتب میاد، سر مسائل سر مکاتب دخترها اینا پارچستن. اکثریت شاید قبول کنه که این مکاتب بر روی دخترها باید باشه، ولی یگان تاش هست که قبول نداره. اینمی اماهنگی که وجود نداره، اینمی است که دست خالی میرن دست خالی میان. من آقای متقیره که در این جلسات اشتراک میکنه درکش میکنم، حجه قانه میشه، قناعت میکنه در بر حرفای زنا. وقتی که جمعیه حرفها رو در میان مندازه و با اکثریت رهبرای دیگه اونا پای میکشن. مثلا من یک سوال میکنم، مثلا از این وزیر صاحب امر بالمعروف اگه آزرده نشن، مثلا شما میگن که ما هیچ فرمایشات قبول نمی کنیم، هیچ هر گپ و هیچ مردم افغانستان هم نمی خواهی که هیچ حرفی که خلاف دین مبین اسلام باشه اونا سر ما تطبیق. ولی یک سوال بر ما جواب بده، همی هفته 32 میلیون دلار که میایه، آیا در مورد از اونا سوال کردن که این پیسه خیرات است، این کمک است، این به کدام معنای جمعیه؟ بعد این مورد هم حداقل اونا نظر خود. بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز، آقای پیگیر و آقای ساقزایی. خوش آمدید به بحث امشب و حال هم میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.